به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه تدیک کدو حلوایی هستش. یکی دیگه از موارد استفاده از کدو حلوایی همون آماده کردن تدیکش هستش. تدیک به قسمتی از پلو یا چلو گفته میشه که ته دیک قرار داره، منسجم شده، برنج ها به هم دیگه چسبیده و رنگ سرخی داره و ما ایرانی ها خیلی دوست داریم این تدیک رو. موادی که مورد نیاز هست برای تدیک کدو حلوایی: روغن، نمک، زعفرون دم کرده، کدوی حلوایی و برنج آبکش شده. میزان کدوی حلوایی بستگی به میزان پلو و چلوی هست که میخواییم آماده بود. برای تدیک کدو حلوایی بهتره که از قسمت باریک و دهانه کدو استفاده بکنیم. کدو رو خوب میشوریم، پوستش میکنیم. اگر دهانه باریکش نبود، دونه ها و ریشش رو جدا میکنیم. بعد از اینکه پوست کندیم، میایم به قسمت های مختلفی تقسیم میکنیم با قطر 2 سانت. بعد میتونیم قالب بزنیم یا هر شکلی که دوست داریم در بیاریم. من کدو رو به این شکل قالب زدم، شما به هر شکلی که دوست دارید میتونید قالب بزنید. کدو حلوایی لازم هستش که ما یک قابلمه نچسب انتخاب بکنیم، روی حرارت قرار بدیم، مقداری روغن بریزیم، روغن که داغ شد کدوها رو دونه دونه، کدوهایی رو که قالب زدیم دونه دونه کف قابلمه میچینیم. بعد از اینکه کدوهای قالب زده رو چیدیم کف قابلمه، یه مقدار کمی نمک اضافه میکنیم و برای خوش رنگ تر شدن و خوش عطر تر شدنش مقداری هم زعفرون دم کرده. شما حتی میتونید این کدوهای قالب زده رو برگردونید، یه تفت کوچیک بدید. بعد میای برنج آبکش شده رو روش میریزیم و پلومون رو دم میکنیم. برای تدیک کدو حلوایی بعد از اینکه پلو رو دم کردیم، حرارت گاز باید خیلی پایین باشه به خاطر اینکه کدو حلوایی سریع میسوزه. تدیک کدو حلواییمون آماده شد. امیدوارم شما هم این تدیک خوشمزه رو آماده و میل بفرمایید. اگر خوشتون اومد ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید.